سخنران بعدی ما خانم نعیمه دوستدار هستند. ایشون نویسنده، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دارند. روزنامه‌نگاری را از نوجوانی شروع کردند. نزدیک به 2 دهه هست که شغل روزنامه‌نگاری و نویسندگی کار اصلیشون هست. در نشریات مکتوب آنلاین زیادی در داخل و خارج از ایران قلم زدن و برنامه‌های رادیویی زیادی رو ایشون ساختن. حوزه اصلی کارشون فرهنگ و ادبیات بوده، اما به مرور مسائل اجتماعی، زنان و حقوق بشر و سیاست زمینه اصلی کاری ایشون شده. از سال 2014 تا الان دبیر بخش‌های زنان و زندگی در رادیو زمانه هستند. تألیف و انتشارات مقالات تحلیلی، پژوهشی و تدوین پرونده‌های تخصصی در این حوزه رو داشتن و همکاری با کمپین‌های ضد خشونت و ضد حجاب اجباری رو در کارنامه کاریشون دارن. خانم دوستدار، من خدمت شما هستم و خیلی ممنون میشم که ما 15 دقیقه ها رو حفظ کنیم که بتونیم به موقع برنامه رو پیش ببریم. به شما گوش میدیم. سلام به همه سخنرانان عزیز، مسیح علی نژاد و خب همه زنان. من اینجا برای خودم یک تایمر هم میذارم که به قولی که به شما دادم وفادار باشم یا از این وقت در واقع تخطی نکنم. من خب امروز صحبت‌های زیادی مطرح شد درباره تاریخچه مبارزه زنان با حجاب اجباری اینها، اما من به طور متمرکزتری میخوام درباره کمپین چهارشنبه سفید حرف بزنم و ارتباطش با رسانه ها و نوع نگاه رسانه ها چه در داخل و چه در خارج از کشور به این کمپین. قبل از اینکه بحثم رو شروع بکنم، فکر میکنم که به هر حال همه کسانی که به نوعی دارن این کنفرانس رو میبینن و میشنون، به هر حال موفقیت ها، فراز و فرود های کمپین چهارشنبه های سفید و پیش از اون آزادی های یواشکی رو به نوعی زیر نظر داشتن و شاید توی تحلیل هاشون گنجوندن. اما یکی از جنبه های بسیار مهمی که حالا در کنار موفقیت های این کمپین وجود داره، این در واقع تلاشی هست که برای سرکوب کمپین انجام شده، چه از سمت خب به هر حال حاکمیت که ما میدونیم به شکلهای خیلی متنوعی سعی کرده این کمپین رو تضعیف بکنه، از ارعاب و تهدید و بازداشت فعالان کمپین بگیر تا بدنام کردن در واقع بنیانگذارش یا در واقع اداره کننده کمپین و به هر حال شیوه های مختلف. من میخوام به نوعی این انتقاد رو یا این تحلیل رو داشته باشم که یکی از جنبه های دیگری که وجود داشته و به نوعی مسئله این کمپین رو تلاش کرده به حاشیه ببره یا کمرنگ جلوه بده اثرش رو، نقشی است که رسانه ها و برخی از گروه های فعالان زنان داشتن در این روند. ما میدونیم که یک نظام توتالیتر سعی میکنه که به یک شکل سیستماتیک شهروندان رو از یک ارتباط معنادار و مشارکت در یک عمل جمعی توهی بکنه. خب خیلی وقتا ما میبینیم رسانه هم در واقع به عنوان بخشی یا بازوی اون نظام توتالیتر همین کار رو میکنه، به ویژه رسانه هایی که تحت در واقع سلطه این نظام توتالیتر هستند. و از طرف برخی از گروه ها و فعالان هم به طور گاه ناخودآگاه و گاهی هم تعمدی ممکنه بخش از این سیستم باشن. ما شاهد بودیم که همزمان با ما شاهد بودیم که همزمان با این در واقع راه افتادن کمپین چهارشنبه سفید و بعدش هم متصل شدنش به جریان اعتراضی دختران خیابان انقلاب، یک سری حاشیه‌های وسیع و باور نکردنی مثل اینکه مثلا تلاش بکنن به ادعا بکنن که کمپین چهارشنبه سفید میخواد در واقع مسئله مبارزه با حجاب اجباری رو به نوعی مصادره بکنه، بعد که وقت بخش زیادی از انرژی صرف این بحث‌های حاشیه‌ای بشه که آیا که اول شروع کرد که آخر شروع کرد، یا اینکه مثلا به شخص مسیح علی نژاد راجبش افشاگری بکنن یا تهمت بزنن یا یه سری مطالب تحلیلی و انتقادی منتشر بکنن، ظاهرا در نفی تأثیر
کمپین و نفی تأثیرش بر جریانی که بعداً منجر شد به جریان دختران خیابان انقلاب. حتی در داخل برخی از این فعالانی که حالا منتسب بودن به اصلاح طلبان، اینها سعی کردن که حتی برخی از فعالان این کمپین ها رو به خودشون مرتبط بدونن و یه به یه نوعی اصل حرکت رو اساساً به حاشیه ببرن. اما من میخوام از اینجا به بعد با تکیه بر بعضی از مثال ها متمرکز بشم به نقش فعالیت در واقع نوع پوشش رسانه ها از این کمپین. ما میدونیم که به هر حال یکی از مشکل اصلی این رسانه های جریان اصلی و کنشگران سنتی حوزه زنان شاید این بوده که یک نسل جدیدی از کنشگران اجتماعی شکل گرفتن که در واقع نوع فعالیت و شکل فعالیتشون با اون چیزی که مرسوم بوده متفاوت بوده و یک ارتباط مستقیم و بدون واسطه تونستن ایجاد بکنن با مخاطب. اونها رو به نوعی در واقع این فعالان این کمپین ها مثل کمپین چهارشنبه سفید و کمپین های موازی یا مشابهش، اینا به اون واسطه هایی که قبلا بهش نیاز بود مثلا یه حزب یا یه رسانه یا یک کمپین خاص یا یه گروه خاص، اونها رو بی نیاز کرده و عملیاتشون رو پررنگ کرده و این موضوع فردی شدن و شخصی شدنش و همچنین تبدیل شدن این افراد به عنوان هر کدوم از این کمپینرها، هر کدوم از مشارکت کننده ها به یه چهره و شناخته شدنشون، اینها واکنش ها و ریاکشن هایی رو ایجاد کرده چه در فعالان و چه در رسانه ها به نوعی که در نحوه پوشش رسانه ایشون اثر گذاشته و در واقع میشه گفت که صدای مردم به رسانه ها تحمیل شده و این به هر حال برای رسانه ها در بسیاری از موارد، من خودم به عنوان یک عضو رسانه این صحبت رو عرض میکنم، این برای رسانه ها چندان مطلوب و پذیرشش آسون نیست. خود این کمپین در واقع به یه نوعی تبدیل میشه به رسانه بدون اینکه مثلا یک جریان سیاسی خاصی بخواد مثلا ازش حمایت بکنه. خب ما بعد از زمانی که اعلام حضور کمپین چهارشنبه های سفید رو داشتیم، واکنش اولیه رسانه ها به خصوص در خارج از کشور این بود که اخبارش رو پوشش بدن در مقابل حجم وسیعی از عکس هایی که به عکس ها و فیلم هایی که میرسید برای این کمپین. خب به هر حال رسانه های گزارش های منتشر کردن و اینها. در داخل از همون زمانی که به هر حال این کمپین شکل گرفت، بیشتر این رسانه هایی که به ویژه تحت سلطه بودن و یا بخشی از نظام سلطه هستن، اینها سعی کردن به قول خودشون یا به نوعی به نقد و بررسی کمپین بپردازن. اخبار تهدیدهای مقامات، پلیس، نمایندگان مجلس رو پوشش میدادن به طور ویژه. یه سری اخبار به هر حال یا یه گزارش هایی در واقع تولید میکردن با همکاری نهادهایی مثل بسیج و اینها، مثلا یک کمپین های موازی تولید میکردن اونا رو پروموت میکردن، مثلا طرحی که یک زمانی بسیج در بندر انزلی اجرا کرد به عنوان چهارشنبه های طلایی که این در واقع اقدامی بود در مقابل کمپین چهارشنبه های سفید که مثلا میرفتن به مردم گل و گیره و اینا هدیه میدادن که بگن مثلا شما زیباتر شدید و اینها و ازشون عکس میگرفتن. برخی رسانه ها که تندروتر بودن مثلا تسنیم، اینها رو شروع کردن به تهمت زدنی به فرزند مسیح علی نژاد با القاب ناشایستی در واقع اون رو نامگذاری کردن. حتی در واقع یک سری عکس های خانوادگی قدیمیش رو منتشر کردن و سعی کردن به هر حال به این ترتیب مقابله بکنن و ادعاهای مثل ریشه‌کن شدن کمپین رو مطرح کردن و اینکه گفتن این مثلا کمپین چهارشنبه سفید، گروه 8 مارس، نه به حجاب اجباری، اینا رو همه رو ما از بین بردیم و همچنین ارتباط این فوکوس و پررنگ کردن جرم‌انگاری ارتباط با مسیح علی نژاد هم یک در واقع فعالیت و اقدامی بود که رسانه‌ها در داخل ایران به خصوص تندروترها پوشش میدادن. زمانی که رئیس دادگاه انقلاب ارسال فیلم و عکس برای شخص مسیح علی نژاد رو جرم اعلام کرد و مستوجب مجازات و اینکه به هر حال حالا توضیحاتی که در این زمینه داده رو به یه نوعی مسیح رو معادل گرفتن با دولت آمریکا و گفتن کسانی که براش فیلم ارسال بکنن ها به نوعی مشمول ماده 508 قانون مجازات اسلامی 1 تا 10 سال مجازات حبس
میتونن بگن. اما خب این جریانیه که خب در داخل ایران میشه انتظار داشت که به این نوع رسانه ها به ماجرا بپردازن. در خارج از ایران جریان متفاوت بود. همونطور که اول گفتم خب با شروع کمپین به حال به این دلیل که حرکت انتشار عکس، فیلم و این نوع در واقع اکتیویسم به نوعی حتی در برای رسانه های خارج از کشور هم تازگی داشت، اول با شور و شوق و با استقبال مواجه شد و پوششش دادن. اما به مرور روی کرده رسانه ها البته بر مبنای سیاست های داخلیشون این روی کرده هم تغییر کرد. من میتونم بگم که برخی رسانه‌ها اونطور که به حال من بررسی کردم با خوندن ده‌ها مقاله و خبر و گزارش، اساساً از یک جایی به بعد اخبار و موضوعات مربوط به کمپین چهارشنبه‌های سفید رو پوشش ندادن. برخی دیگه به رغم اینکه به پوشش دادن اخبار ادامه دادن، اما سعی کردم که اون رو با از فیلتر و نگاه خودشون بگذرونن و به نوعی اون رو به یه شکل دیگری تفسیر بکنن. مثلا یکی از روش‌هایی که اتفاق افتاد حسب نام کمپین چهارشنبه‌های سفید به دنبال شروع حرکت دختران خیابان انقلاب بود. حالا نکته در اینجا بود که مبدع این کلمه دختران خیابان انقلاب هم باز هم مسیح علی نژاد بود که خب اینو توضیح داده، گزارش های ازش وجود داره، میتونید در همون زمانی که این کمپین خلق این هشتگ و این کمپین در واقع شروع شد یا اساسا دختران خیابان انقلاب به این نام خوانده شدن، در اون زمان در مورد این که چطوری این هشتگ و این نام شکل گرفتم صحبت کرده. اما به مرور هم نام در واقع چهارشنبه های سفید هست شد، هم مسلما نقش مسیح علی نژاد توی این رسانه ها تغییر شد. همچنین فعالان بازداشت شده ای که به طور مشخص و با اعلام خودشون به عنوان فعالان مرتبط با کمپین چهارشنبه سفید خودشون رو معرفی میکردن، اینها هم به تدریج در گزارش های رسانه ها تغییر نام دادن. مثلا من چند تا مثال میخونم. فرضاً در مورد یاسمن آریانی گفته میشه که این فعال 22 ساله که خودش به شکل علنی در کمپین های ضد حجاب اجباری و چهارشنبه سفید فعالیت میکرده، اوائل اینطوری خونده میشد ولی در ادامه به عنوان فعال مخالف حجاب اجباری ازش نامیده شد. یا برخی رسانه ها اساسا اون رو صرفا یکی از معترضان مثلا حوادث مرداد گذشته قبل از اینکه بار دوم بازداشت بشه خوندنش، یا به هر حال برخ میگم مثلا من به طور مشخص میتونم نام ببرم از رسانه ها. مثلا من این تغییر نامگذاری رو در بی بی سی فارسی دنبال کردم. گزارش های اولیه‌ای که موجود هست از این کمپین به ارتباط حتی کمپین یا حرکت اعتراضی دختران خیابان انقلاب با حرکت های قبل تر که صورت گرفته بود اشاره داشت. بعدها این نام ها در اخبار بعدی حذف شدن و فقط چند تا رسانه رو من میتونم نام ببرم که اینها به هر حال همچنان که هنوز هم وقتی دارن مثلا از یاسمن آریانی، منیره عربشاهی، مژگان کشاورز اینها یاد میبرن، اشاره میکنن و تاکید میکنن که اینها از چه کمپینی شروع کردن یا خودشون رو متعلق به چه جریانی میدونستن. و یا به هر حال مثلا من یک نمونه تت هستش که حتی وی او ای نوشته وقتی که داشته این موضوع رو گزارش میداده گفته که یک سال زندان برای زنانی که مرداد ماه بازداشت شدن، اصلا اشاره به بازداشت های بعدی اونها نکرده. یا سایت توانا بازداشت سبا کردافشاری برای بار دوم در ارتباط با پیاده روی بدون حجاب بدون اشاره به نام کمپین. یا هرانا وقتی درباره سبا کردافشاری حرف میزنه کلن کمپینی چهارشنبه های سفید رو حذف کرده. حتی در ایران اینترنشنال هم که به هر حال با مواردی گزارش داده گفته مثلا شده حکم زندان سه مخالف حجاب اجباری. یا مثلا نوع برنامه سازی های دیگه که صورت گرفته، من خیلی سعی کنم سریع باشم، نمیدونم چقدر وقت هستش، من مجبور شدم اونو خاموش کنم. دل بر جان اگه ممکنه به من بگو. 4 دقیقه دیگه شما وقت داری. بله. و همچنین بعد یک سری علاوه بر حال خبرها و گزارش ها یک سری برنامه هایی که به اصطلاح میتونیم بگیم تحلیلی هستن
یا یک سری مقالاتی که به اصطلاح تحلیلی نوشته میشن یا جنبه پژوهشی دارن در رسانه ها منعکس شدن، که اینها هم به هر حال یک همچین حرکتی و همچین نگاهی توشون مسیر رو میشه درشون دنبال کرد. یکی از نمونه هایی که به هر حال خیلی هم در شبکه های اجتماعی باستاب داشت، یک برنامه بود در برنامه 60 دقیقه بی بی سی فارسی بود که جمال الدین موسوی مجری برنامه زمانی که داشت درباره بازداشت فعالان صحبت میکرد تاکید و نحوه پرسشش رو در واقع به شکلی انجام داد که مسئولیت حرکت و یا بازداشت فعالان زن این کمپین ها رو به نوعی متوجه خانم علی نژاد کرد، که خب این خیلی واکنش داشت، البته ایشون هم جواب دادن، ولی به هر حال یه این نگاه مشابه این که همچنان عملیات خود این زنان رو بگیره، ما میبینیم که به دست رسانه ها متاسفانه ترویج پیدا کرده. تا جایی که من الان به عنوان یه خاطره میتونم ذکر کنم، هفته پیش در کلاب هاوس در یک اتاقی بودم که یک در به حال یک فعال قدیمی سیاسی اونجا آشکارا داشت این فعالان این جنبش رو، دختران و زنانی رو که در کمپین چهارشنبه سفید مشارکت داشتن رو، افراد گول خورده، فریب خورده که تحت تأثیر یک سری اشخاص یا افراد و در واقع عملکردشون بر اساس یک سری دستورالعمل بوده، اینجوری توصیفشون میکرد و در این حال هم خود کمپین رو مسئول سرنوشت اینها میدونست، حالا اگر که دچار احکام زندان شدن یا اگر که فرضاً در ترکیه مجبور به پناهندگی شدن، اینها رو در واقع به گردن کمپین مینداخت. که من فکر میکنم این نوع تحلیل ها زمانی ترویج پیدا کرد که پای این نوع نگاه به رسانه ها و خب از زبان برخی از فعالان مدنی و اجتماعی در واقع باز شده بود. من فکر میکنم که در آغاز بسیار تاکید میشد که بین حرکت ویدا موحد به عنوان نخستین دختر انقلاب و سایر کمپین های جنبش زنان که به طور مشخص موضوع حجاب اجباری موضوعشون بود، یک ارتباط ارگانیک وجود داره. حالا اگرچه از نظر در واقع شکل اجرا و اجراگریش، گرچه که اون بسیار پخته تر به نظر می رسید و کامل تر بود و جنبه های اثرگذار متنوعی داشت، اما به هر حال یک شال سفید رو بر سر چوب زدن و در ادامه حرکتی که از قبل از یکی دو سال قبلش یک سال قبل دست کم شروع شده بود، یک حرکت رو انجام دادن، این ارتباط ارگانیک رو دست کم به ذهن متبادر میکنه. اما ما در ادامه در نحوه پوشش رسانه‌ای دیدیم که اسم و تصاویر کمپین های آزادی یواشکی و چهارشنبه های سفید به طور کلی از حتی گزارش ها حذف شد. من بسیار گزارش ها رو نگاه کردم، وقتی که موضوع حجاب اجباری و اینها پیشتر بهش پرداخته می شد، از تصاویری که توی زنان از خودشون فرستاده بودن به کمپین چهارشنبه های سفید استفاده می شد، اما به مرور میزان استفاده از این تصاویر هم کمتر شد و تمرکز پیدا کرد فرضاً صرفا به روی مثلا حرکت دختران خیابان انقلاب. یا به هر حال من میخوام به عنوان مثال به یک رسانه ای اشاره بکنم به عنوان یک بخش آخر صحبتم که با همینجا جمعش میکنم، این که یک مقاله ای که من این رو در واقع از در جریان همین تحقیقاتی که به هر حال برای این سخنرانی انجام دادم بهش برخوردم، در یک مقاله ای که در یکی از سایت های فمینیستی داخل ایران منتشر شده، تمام حرکت های مرتبط با مبارزه و حجاب اجباری ازشون نام برده شده، یعنی از قرة العین شروع شده، از بهما دارابی پرداخته شده، تظاهرات 8 مارس اشاره شده، در استانهای مختلف هر نوع در واقع تظاهراتی بوده یا اعتراضی بوده در طول تاریخ 40 ساله بعد از جمهوری اسلامی به اونها اشاره شده، کمپین 1,000,000 امضا به درستی البته به اینها اشاره شده، کمپین تغییر چهره مردانه مجلس به اون هم حتی اشاره شده، کارزار منع خشونت از زنان، همه اینها رو ذکر کرده، اما حتی اشاره‌ای به نام کمپین چهارشنبه های سفید و
و آزادی های یواشکی نشده. و من فکر میکنم که به هر حال این روند و این شیوه به نوعی اگر ما اون رو تعمدی فرض نکنیم به نوعی همون جریانی است که برآمده از همون یک عادت به یک تفکر سلطه مدار و تلاش برای اینه که به نوعی شهروندان رو از مشارکت معنادار همونطور که تو اول صحبتم گفتم در یک عمل جمعی ناامید بکنه. من بازم اینجا رو به عنوان آخرین نکته و خاطرم میگم، برخورد کردم تو شبکه‌های اجتماعی با یکی از فعالان کمپین چهارشنبه‌های سفید که در ایران سابقه بازداشت و سرکوب رو داشت، که به روشنی نقل کرد که از این که به هر حال تلاش و عملیات زنانی مثل او چه در از سوی رسانه‌ها و چه از سوی فعالان نادیده گرفته میشه و نامی ازشون برده نمیشه گله داشت و این گله رو مطرح کرد در جایی که باز هم در مثلا یک فضایی که تشکیل شده بود برای پرداختن و حرف زدن درباره حجاب اجباری اما هیچ نامی، یه دقیقه از وقتتون گذشتین تموم شد و هیچ نامی از کمپین چهارشنبه سفید و این زنان برده نشد. سپاسگزارم.